سلام تماشا بینانی گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 نویبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. وای به صاحبی، بعد زنده به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک در ایرکوتسک، سه مهاجر را به حبس گرفتند. یک افسر میلیسا در ناحیه شاهین 10,000 سومانی پور را گرفته است. بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان 290 نفر هلاک شدند. وزارت مدافع نقشه دعوت 83% اجرا شده است. شیرالی کبیر به سن 50 رسید. مهاجر بچه به دیدار نتاشا می رفت ولی زیر مشت و لغت افتاد. استقلال باز چمپیون شد. در بازار کاروان گردنبند طلایی یک جوانزن را از گردنش کنده گرفتند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه ولایت ایرکوتسک روسیه سه مهاجر تاجیک را که وگان زیستشان در شهر زلاری شب 12 نویبر ساکنان محل آتش زده بودند، برای دو ماه تا 13 ینور سال 2022 به حبس پیشکی گرفته است. در آن سوختار دو مهاجر تاجیک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سراج الدین گلزاده 19 ساله از فیض‌آباد و حصار جان باختند، ولی مقامات ایرکوتسک دو نفر از افراد متهم به زنده به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک را از حبس جواب داده. سه مهاجر جبردیده قربان‌مد صادقوف و دلیر اسنوف را با اتهام قصد کشتار و جمعبوی اسکندروف را با اتهام افباشی به حبس گرفته است. نزدیکان این مهاجران گفتند که فرزندان آنها در این حادثه دهشتبار شب 12 نویبر جبردیده بودند. نگونگار دلیل حبسشان بی‌صاحبی ما بود. میدانند که ما ناتوانیم، دیگر هر کاری که خواستند میکنند. از دستمان چی میآید؟ گفته است محمد صالح اسکندروف، پدر جمعبوی اسکندروف، یکی از مهاجران حبس شده برای جای آزادی. حکم حبس سه مهاجر تاجیک در حال است که یک مقام نزدیک به تفتیش پرونده زنده به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک برای جای آزادی گفته است از سه ساکن محلی با گمان دست داشتن در آن عملت دستگیر شده، تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی باقی مانده است. گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی 3 روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. خبر داده است این منبع. محمد صالح اسکندروف، پدر جمعبوی اسکندروف، روز 22 نویبر برای جای آزادی گفت دادگاه پورا یک طرفه رفتار کرد و پسر او و امروهانش را به دلیل به حبس گرفت. حالا برای دفاع از حقوق این سه جوان تاجیک بازداشت شده ادوکات کرو کردند. رسانه های محلی نوشته بودند که گویا مهاجران تاجیک که در زلاری در یک ساختمان کار میکردند، روز 12 نویبر با یک دختر محلی گپ پرتافتند و او به دوست پسرش شکایت کرده است و آن جوان روس امروز یک دوستش به ساختمان برای رزبار آمده است، ولی زورشان به مهاجران نرسیده است. آنها را از آنجا پیش کردند، ولی بعد چندی آنها یک گروه بزرگ ساکنان محلی را جمع آورده به ادامه رزبار به پیش مهاجران آمدند. در جریان مناقشه وگانی را که مهاجران تاجیک همچون جای خوب و استراحت استفاده میکردند آتش زدند و در نتیجه دو مهاجر تاجیک زنده به زنده سوختند. یک مهاجر شاهد حادثه شب 12 نویبر که به دلیل های امنیتی نخواست نامش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی فرضیه گپ پرتافتن را رد کرد و گفت ماجرا وقتی آغاز شد که مهاجران تاجیک روز 12 نویبر برای پیشواز گرفتن پدر یکی آنها بدیهه رفتند و در داخل مغازه از جانب 6 جوان محلی تحقیر شدند. او جریان تلاطم بعدی حادثه را چنین نقل کرد: شب 12 نویبر ماشین‌های زیاد وگان ما را احاطه کرد. گروه جوانان آمده بودند، یک نفر با لباس پلیس نیز بود. فکر کردیم سندها را تفتیش میکنند. خواستیم به بیرون برویم که در را بستند. به سوی وگان ما تیر خالی کردند. وگان آتش گرفت، ما نفسگیر شدیم و در را شکسته برآمدیم. آنها با چوب و آهن ما را زدند. این شاهد حادثه مطمئن است که نسیم جان و سراج الدین را آن شب اول پرانیدند و سپس برای پوشاندن ایز جنایتشان آتش زدند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را تا حال شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها نیز تا کنون نشر نشده است. حضور کارمندان میلیسه را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن به دادستانی دعوت شده است با آزادی گفت در حقیقت یک کارمند میلیسه را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند
چرا آزادش کردند؟ مقامات دادستانی و پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست که بر کدام اساس افراد متهم به زنده به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک را آزاد کرده و مهاجران جبر دیده را برعکس به حبس کشیدند. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه گفته است که نماینده هایش قضیه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. در سفارت به دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از ارائه جزئیات دیگر در این مسئله خودداری کردند، ولی گفتند ما برای حمایت از حقوق شهروندان تمام چاره ها را می اندیشیم. اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 29 نویبر از انجام تفتیش پیشکی و در پی تصدیق فکر عیبدار کنی برای بررسی به دادگاه ارسال شدن پرونده امید کاملوف، یک افسر میلیسه نویه شمسدین شاهین در جنوب کشور خبر داد. امید کاملوف امکنون سابق وکالتدار شعبچه کوفتکوف جنایی شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شمسدین شاهین با گرفتن پوره به مبلغ 10,000 سومانی در عوض وعده پوشاندن یک جنایت عیبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیا بدون ارائه جزئیات زیاد در شرح این پرونده گفت کاملوف امید اودینایویچ در وظیفه وکالتدار شعبچه کوفتکوف جنایی شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شمسدین شاهین کار کرده استوده، در دوام فعالیت کاریش با مقصد غرضناک و با استفاده مقام خدمتی از شهروند اه برای گویا نسبتش آغاز نکردن پرونده جنایتی مبلغ 10,000 سومانی طلب نموده گرفته است. وابسته به اولت مذکور نسبت به کاملوف امید بر اساس ماده 247 قسم 3 بند اه کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ پرونده جنایتی گشودند. در صورت در دادگاه هم با گردنش تعیین شدن این اتهام به افسر امکنون سابق میلیسه همچون جزا جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشاندینده برای حساب ها کمی بیشتر از 5,000 دلار یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال تهدید میکند. در یک هفته اخیر اگنتی مبارزه با کروپسیا از بازداشت اینک دو افسر میلیسه ولایت ختلان با اتهام دست داشتن در جنایات کروپسیونی خبر میدهد. اگنتی مبارزه با کروپسیا روز 15 نویبر خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده جنایتی کپیتان میلیسیا مطلوبه زیادعلیزاده و شریک او شهروند عبدالکریم عبداللهیف را انجام داده، با تصدیق فکر عیبدار کنی این پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. مرکز مطبوعات اگنتی گفت شهروند عبداللهیف عبدالکریم در اساس مسئلات پیشکی با مفتش شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه قبودیان کپیتان میلیسیا زیادعلیزاده مطلوبه به باوری شهروند در آمده برای کمک نمودن در پرونده جنایتی نسبت به پسرش در 6 اولاد به مبلغ عمومی 154,000 سومانی گرفته، این مبلغ را تصرف نموده به منفعت آخرین یکون عمل معینی را اجرا نکردند. با کپیتان مطلوبه زیادعلیزاده و شریکش شهروند عبدالکریم عبداللهیف بر اساس بند ب قسم 4 ماده 247 کدکس جنایتی تاجیکستان برای قلابی با مبلغ مخصوصا بزرگ جریمه هنگفت و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. اگنتی مبارزه با کروپسیا همچنین 12 ایول خبر داده بود که ظفر اکراموف سروکالتدار گروه مخصوص میلیسیای منطقه کولوب دیرکتر لیسه کسبی تکنیکی نویه واسه شریپوف را در گرفتن پوره قومون بردانسته از پایان سال 2019 تا ماه ایول سال 2020 در یکچند اولت از او 51,000 سومانی گرفته است. اگنتی مبارزه با کروپسیا در گزارش هایش مقامات کارهای داخلی را پیوسته در قطار نهادهای دولتی از همه فساد زده نام بر می کند. تاجیکستان در عموم یکی از کشورهای فساد زده ترین دنیا به شمار رفته. در گزارش های اخیر سازمان ترانسپارنسی انترنشنال در بین 180 کشور از لحاظ سطح فساد در مقام 149 قرار داده شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 20 نویبر تخمینا ساعت 11:10 دقیقه راننده افتماشین تنقه اوپل وکترا ایگان بردیف رستم سال تولدش 1990 ساکن جماعت خورمزمین نویه اسپیتامین هنگام حرکت در شورای چنوق خوجن دوشنبه در حدود جماعت دیوات زرحلال شهر استرفشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده و در نتیجه ماشین به کنار راست راه چپه شده، مسافر خردسال
عبدالقیوم بابا زلفیه سال تولدش 2017 ساکن خورم زمین در جای اودیسه بلوکت رسیده است. دو نو بالغ دیگر عبدالقیوم و زلوله سال تولدش 2014 و عثمانوف جواهر سال تولدش 2011 ساکنان شهرک گلستان نویه ظفرآباد جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بنا به آخرین آمار رسمی در 9 ماه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 787 صدمه روی داده، در این حادثه های نقلیاتی 209 نفر هلاک و 909 نفر مجروح شدند. معاون اول سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زبیدالله حفیظ‌زاده به خبرگزاری خبر گفت امسال شماره قربانیان صدمه ها در کشور نظر به همین دوره سال گذشته 9 نفر افزوده، شماره زخمیان برعکس 40 نفر کم شده است. بنا به آمار آورده او در ماه های ینور سپتامبر سال 2020 در راههای تاجیکستان بر اثر 789 صدمه 281 نفر به هلاکت رسیده، 829 نفر مجروح شده بود. طبق گزارش سازمان جهانی تندرستی هر سال بر اثر صدمه ها در دنیا بیش از 1,350,000 نفر به هلاکت رسیده، چند میلیون نفر دیگر مجروح می شوند. به حساب میلیونه هر 24 ثانیه در عالم یک نفر و هر شبانه روز 3,000 انسان بر اثر صدمه ها جان خود را از دست می دهند. به حساب سازمان جهانی تندرستی آمار هلاکت مردم بر اثر صدمه ها در کشورهای به اصطلاح در حال رشد یعنی عقب مانده نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا 3 مرتبه بیشتر بوده است. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. در حالی که تو انجام موسم تیرماهی دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان همگی چیز بیشتر از یک هفته دیگر باقی مانده است، مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 22 نوامبر خبر داد که نقشه دعوت به صف ارتش در کشور تا امروز 83% اجرا شده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر دوشنبه نقشه تیرماهی دعوت را 100% اجرا کرده، شهر و ناحیه های تابع مرکز و نواحی وادی های ایسار و رشت و شهر نارک را در بر میگیرد، نقشه را علکی 96% به اجرا رسانیدند. اما دو ولایت بزرگترین جمهوری کمی عقب ماندند. نقشه دعوت به ارتش در ولایت سوخت تا امروز 77.3% و در ولایت ختلان 75% اجرا شده است. روزهای آخر در شهر و نویاوی که اجرای نقشه دعوت نوسکران را تامین کرده نتوانستند، ستادهای دعوت خیلی فعالتر شدند و متاسفانه موردهای ابلاغ یعنی در کوچه بازار و دیگر مکانهای جمعیتی داشتن و بازوری به کمیسریت حربی بردن جوانان زیاد شده است. از جمله هفته گذشته روز 18 نوامبر دهها دانشجوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند را هنگام درس از درون صفخانه های دانشکده داشته مجبوراً به کمیسریت حربی بردند. در پاسخ به سوال های خبرنگاران مقامات پنجکند گفتند که گویا این دهها دانشجو خودشان با اختیار خود و به طور گروهی به کمیسریت حربی رفتند. همچنین باباخان میرزازاده عضو تیم ملی تاجیکستان را که می بایست در چمپیونات جهان اوید به گشتین سامبو در تاشکند از تاجیکستان نمایندگی میکرد، روز 10 نوامبر یک روز قبل از سفر تاشکند کارمندان کمیسریت حربی سوغ از خانه استقامتیش از خوجند گرفته به خدمت بردند. باباخان میرزازاده ماه ایول سال جاری عنوان قهرمان آسیا را به دست آورده آرزو داشت که در چمپیونات جهان نیز پیروزی به دست بیاورد، ولی به جای تخت غالبان چمپیونات او را همچون عسکر قطاری به خدمت فرستادند. کدام با عقل از کمیسریت حربی به خلاصه آمد است که این جوان پهلوان در یکان قسم حربی باعث عسکر قطاری به وطن بیشتر فایده می آورد تا در چمپیونات جهان. دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان هر سال دو مرتبه بهار در ماه های اپریل و مای و تیرماه در ماه های اکتبر و نوامبر صورت می گیرد. روز 1 اکتبر در تاجیکستان رسما موسم تیرماهی دعوت به صف قوه های مسلح آغاز یافت. دعوت تیرماهی تا 30 نوامبر دوام می کند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان و یکی از وزیران اصلاح طلب در حکومت کنونی روز 22 نوامبر به سن 50 رسید. شیرعلی کبیر یکی از اعضای جوانترین حکومت کنونی
و مثل وزیر انرژیتیک دلیر جمعه از عمرای منیجر هویست که از عرصه تجارت به کار حکومت جلب کرده شدند. برداشت ها در باره سابقه شیرالی کبیر در جامعه یکسان نیست. گروه از او به عنوان یک منیجر موفق تفشیف میکنند و به ویژه به آبادکاری های او در زادگاهش نویه درواز را مثال میارند. گروه دیگر شیرالی کبیر را به آن عیبدار میکنند که تلکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان را درست رهبری کردن نتوانست و در نتیجه تولید محصولات و سطح درآمد در این کارخانه پایین رفت. ولی هم طرفداران و هم مخالفان اعتراف میکنند که شیرالی کبیر در حکومت امروزه با چسب و تلاش خود به اصلاح وضع فرق میکند. عامل دیگری که حضور او را برجسته میکند نفوذ و تاثیر است که شیرالی کبیر به نخبگان رده اول دایره های سیاسی تاجیکستان از جمله به رئیس جمهور و خانواده او دارد. زادروز مبارک جناب وزیر. شیرالی کبیر 22 نوامبر سال 1971 در دهه قلعه خم مرکز نویه درواز به دنیا آمده است. ملتش تاجک، تحصیلاتش عالی. سال 1992 دانشکده سودا سویت کپراتیوی شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه را با اختصاص اقتصادی منیجر و سال 1994 دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان را با اختصاص اقتصادی ختم کرده است. دکتر علم های اقتصادی می باشد، به زبان های روسی و انگلیسی بلد است. فعالیت کاریش را سال 1993 همچون معاون دیرکتور شرکت سیستم در نزد زبان سپس افتماتیک شهر دوشنبه آغاز نموده، منبعد تا سال 2005 در منصب های نایب پریزیدنت عاید به تجارت شرکت تنس، متخصص درجه یک، سردار شعبه روابط بین دولتی کمیته دولتی قرارداد و سودا، سردار ریاست سودای بیرجوی بیرجه اونورسالی مول و اشیاء تاجیکستان، سردار ریاست شرکت اوریون بانک و معاون رئیس شرکت اوریون بانک کار کرده است. سالهای 2005-2015 معاون یکم مدیر شرکت الومینی تاجیکستان تالکو و سالهای 2015-2020 رئیس شورای مدیران این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان بود. سال 2012 با اردن شرف درجه یک سرفراز گردانیده شده است. با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان از 3 نوامبر سال 2020 وزیر صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اویلادور صاحب 5 فرزند. پلیس نوی نیوی شهر سن پترزبورگ روسیه غارتگرانی را میجوید که بیگوی 21 نوامبر یک شهروند 31 ساله تاجیکستان را از نام نتاشا نام دختر به دام افتانده و ملاقات عاشقانه دعوت کردند و او را شدیداً لتوکوب و با کارد زخمی کرده دو دندانش را زده شکستند و سومکش را با 8000 روبل بازوری از دستش کشیده گرفته فرار کردند. بنابرای اطلاع منابع خبرگزاری محلی اپراتیو پریکریتیه در مقامات ایفز حقوق پترزبورگ مرد تاجک در شهرک متلسترای زندگی میکرد و توسط میسنجر تلگرام با نفری که خود را دختر و نامش را نتاشا معرفی کرده است شناس شده است. بعد شناسایی او به نتاشا پیشنهاد ملاقات داده است و نتاشا این پیشنهاد را پذیرفته، سروغاش را به این مرد تاجک فرستاده، گفته است که به خانه او بیاید. بیگوی 21 نوامبر تخمینا ساعت 17:00 دقیقه این مرد تاجک به ملاقات عاشقانه با نتاشا به بنای رقم 47 در خیابان شلیسنبورگ واقع در شهرک ریباتسکای آمده است. وقتی که او از لیفت در قبت دویم بنا بیرون می شد، بجای نتاشا او را یک مرد با کورتکای سیاه در تن با یک ضربه مشت بنایه بینیش پیشواز گرفته است. جبردیده و پلیس نقل کرده است که آن مرد او را تو کوچه زده زده برده و سپس از جای به شکر برآورده چند ضربه به طرفش با کورد انداخت و سومکه دستش را بزرگ کشیده گرفت و از جای حادثه فرار کرد. در درون سومکه اوجتوی این شهروند تاجیکستان و 8000 روبل بوده است. یک سامونه خبری دیگر پترزبورگ خبر داد که کارمندان پلیس حملگر را جستجو دارند، ولی مهاجر جبردیده را در بیمارستان بستری کردند. او از نایه بینی و پنجه های دستش زخم کرد خورده، همچنین دو دندانش شکسته و مغز سرش هم جنبیده است، ولی طبیبان در عموم وضع سلامتی او را معتدل ارزیابی میکنند. در رابطه با این قضیه بر اساس قسم دویم ماده 162 کدکس جنایتی روسیه با اتهام غارتگری پرونده جنایتی گشودند، ولی در بنای رقم 47 در خیابان شلیسربورگ ویدیو کامرای نظارتی نبوده است و این جستجوی عملگر را مشکل تر میکند.
در دایره بازی های دوره 25 چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میان دسته های لیگ اولی استقلال دوشنبه بر دسته دوشنبه با حساب 8-0 پیروز گردیده و پیش از مولد چمپیون تاجیکستان شد. 4 گل را در این بازی منوچهر جلیلوف، 3 گل را رستم سویروف و 1 گل دیگر را علیشیر جلیلوف به دروازه دوشنبه زدند. این دهمین مراتبه است که تیم استقلال دوشنبه به عنوان چمپیونی میرسد. قبلا استقلال مدال های طلایی چمپیونات تاجیکستان را از سالهای 2010 تا 2020 را به دست آورده بود. بعد این شکست تیم دوشنبه دو دور قبل از انجام چمپیونات از حق اشتراک در بازی های موسم آینده لیگ اولی محروم شد. دسته دیگری که لیگ اولی را ترک میکنند میتواند کوکتاش، فایزکند یا اسخاطه شود. مدال های نقره چمپیونات تاجیکستان از الکای نصیب تیم خوجند شد. خوجند در دور 25 بر رفشان از کولوب با حساب 3-1 غالب آمد. دسته های استرفشان و کموی دوشنبه برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. استرفشان اخیرا اسخاطه را در میدان خودش با حساب 2-1 شکست داد و حالا 38 امتیاز دارد. کموی دوشنبه 40 امتیاز دارد. روز 23 نوامبر این دو دسته داوطلب جای سیوم در استرفشان با هم وامیخورند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نوخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی با عریضه جوانزن 22 ساله ساکن جماعت دیوات سلطان آباد نوای رودکی مراجعه نموده است که 15 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 15:50 دقیقه در نزد بازار کروان شخص نامعلوم با روی آشکارا از گردنش یک عدد گردنبند تلویش رو کنده گرفته از جای حادثه غایب زده است. در نتیجه به جبر دیده 10,000 سومونی ضرر رسانیده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 21 ساله ساکن جماعت دیهات زینب آباد نوی رودکی با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 248 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوای قبادیان با عریضه مرد 53 ساله ساکن جماعت دیهات زرکمر نوای مذکور مراجعه نموده است که شب 22 به 23 اکتبر سال 2021 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از زمین های خواجگی دیقانی یک سر چوروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غایب زده است. ضرر رسانیده شده 6500 سومانی را تشکیل می دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 39 ساله ساکن جماعت دیهات نظرف همین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین نام برده شب 28 به 29 اکتبر سال 2021 برای پنهانی از زمین های خواجگی دیخانی به نام نرمت یک سر چاروای کلان شاخدار مرد 50 ساله ساکن نویه قبادیان را دزدیده از جای حادثه غایب زده است. ضرر رسانیده شده 5500 سومانی را تشکیل می دهد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 30 ساله ساکن نویه سینای شهر دوشنبه که پیش با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سو شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبردن 19 نوامبر سال 2021 برای پنهانی از درآمدگاه بنای استقامتی مرد 37 ساله ساکن نوای مذکور یک عدد کوادراتسیکل را دزدیده از جای حادثه غایب زده است. ضرر رسانیده شده 7000 سومانی را تشکیل می دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.